دو تا آهنگ باحال بذار. خب شنوندگان عزیز، بینندگان نازنین، به ساعت 17:15 هست و با جناب نیما رستمی عزیز بر روی خط هستیم. فراموش نکنید که شماره تلفن های 2046-8-23-98 و 2046-8-98-38-43 برای شما عزیزانی هستش که از خارج از کشور میخواین زنگ بزنید، از خارج از سوئد، ولی در داخل فقط همون 8-98-38-43 یا همون 0-98-38-43 و 0-23-98-10 در خدمت شماست. در ضمن تلفن 070-439-81-94 میتونه اسمس های شما رو بگیره و ما سوالات شما رو از طریق اسمس بپرسیم. جناب رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان. درود بر شما آقای آزادی و درود و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خواهش میکنم، بسیار لطف کردید که امروز هم تونستید که به روی خط بیاین و بتونیم که دقایقی رو در کنار عزیزانمون باشیم. شما صحبتی چیزی ندارید یا مستقیم بریم سراغ سوال جواب ها؟ نه متاسفانه من بر مطلبی رو امروز حاضر نکردم. مهم نیست. من همیشه سوال میکنم، گفتم که اگر که چیزی باشه رو در خدمتتون باشه. خب دوستی سوال کردن که سلام جناب رستمی، امکان سرمایه گذاری در سوئد برای شهروندان خارجی هست یا نه؟ اگر هم باشد آیا حداقل و حد اکثری وجود دارد برای سرمایه گذاری کردن؟ بله، تصور من اینه که ایشون منظورش از شهروندان خارج از اتحادیه و شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است، چون برای اونها خب قوانین دیگه‌ای وجود داره. بنابراین بله، از قانونی امکانش وجود داره و افرادی که بتونن در با ارائه طرح توجیه اقتصادی شرکتی رو تأسیس کنن و از اون طریق بتونن امرار معاش بکنند میتونن که اقامت کسب کنند، ولی برای دریافت این نوع اقامت، برای کسب این نوع اقامت یه سری شرط هایی وجود داره، از جمله این که فرد باید نقش تعیین کننده در اداره شرکت داشته باشه، توانایی انجام این کار و اداره شرکت رو داشته باشه و ضمناً تجربه کار و تجربه شرکت داری در همون زمینه شغلی که در سوئد میخواد انجام بده رو باید از کشور خودش هم داشته باشه، به زبان سوئدی و یا انگلیسی بلد وارد باشه. بستگی داره که زمینه فعالیت این شرکت چی خواهد بود و نهایتاً هم این که حداقل حد اکثری سرمایه نیاز نیست، فقط 200,000 کرون برای یک فرد مجرد نیاز هست در حساب شخصی این فرد در دسترس وجود داشته باشه که بتونه از اون طریق گارانتی باشه که بتونه در سوی زندگی بکنه و ضمناً در واقع این طرح توجیهی که ارائه میده بر اساس اون طرحش که چه مدل شرکتی رو میخواد راندازی بکنه، چه مدل فعالیتی رو میخواد داشته باشه، بر اساس اون برای تأسیس و اداره اون شرکت اون سرمایه مورد نیاز اون در واقع سرمایه مورد نیاز اون تأسیس و فعالیت شرکت رو هم باید داشته باشه. حالا دیگه در اینجا ما حداقل حد اکثری نداریم، اون چیزی که تعیین کننده است اینه که سرمایه مورد نیاز باید وجود داشته باشه و انتظار میره که فرد از طریق تأسیس اداره این شرکت حداقل 100,000 کرون خالص در سال به اضافه هزینه مسکن رو از طریق کار در شرکت خودش در واقع عایدی داشته باشه. آقای رستمی ببخشید، آیا این فقط میتونه یه طرح روی کاغذ باشه یا حتما باید اون شرکت موجود باشه؟ از سه طریق این طرح توجیه اقتصادی حتما باید وجود داشته باشه، اون که بحث دیگه است، ولی در واقع نحوه تأسیس شرکت و اقامت بر اون اساس به سه مدل میشه انجام داد. یکی این که فرد فقط یه طرح توجیه اقتصادی ارائه بده و درخواست اقامت بکنه. یک دومی اینه که فرد با یه شرکت موجود شریک بشه و یا یه شرکت موجود رو بخره،
یعنی این سه حالت هر سه حالت امکان پذیر هست، ولی در هر سه حالت فرد باید طرح توجیه اقتصادی در هر حال داشته باشه. بسیار کامل و جامع بود، مرسی به خاطر جوابی که دادید. 23 خب ایشون قطع کردن، چون این بعد آیا حدودی میشه گفتش که چقدر طول میکشه که اداره مهاجرت تصمیم گیری بکنه؟ حدودی بله، بین یک سال و دو سال امکان داره طول بکشه. ما بین یک تا دو سال هم میتونه طول بکشه. بسیار عالی، منم یک یادداشت برداری کردم، چون دوستان با طرحهای بسیار مختلف و عجیب غریبی زنگ میزنن و سوال میکنن و واقعا بعضی وقتا آدم جواب گفتن خیلی کار سختیه. ولی خب پس اینجوری که شما گفتید میتونه این شرکت اصلا موجود نباشه. ولی جناب رسامی، من یه سوال دیگه هم دارم که این خیلی حساسه. تا حالا چندین و چند بار اتفاق افتاده که عزیزانی از داخل ایران اومدن با یک نفری که صاحب یک شرکت بود، مثلا یک رستوران، اوکی؟ اومدن صحبت کردن، تماس تلفنی داشتن، صحبت کردن، گفتن که کارهای کاغذی رو انجام دادن، مثلا 1,000,000 کرون به عنوان شریک پرداخت کردن به طرف که آقا ما دیگه از این به بعد مثلا 50% 51% شرکت رو در شریک هستیم. کاراشون انجام شده و بعد از اون که این اقامت رو گرفتن که اومدن، طرف اومده زده شرکت آقا رفت کنکوش، رستوران خراب کردن، کار نداشت، رفت کنکوش. حالا یک همچین آدمی چی کار میتونه بکنه؟ شکایت باید بکنه؟ نمیدونم دیگه از کجا باید شروع بکنه این؟ آخه ببینید، به هر حال هر شرکتی برای ریسک سرمایه گذاری ریسکی داره. درسته. بنابراین شکایت اگر باید ببینیم که آیا اون فردی که در واقع شرکتی که اعلام ورشکستگی میکنه تقلبی صورت گرفته یا نه. خب این رو از طریق در واقع هم میتونه، بستگی داره، حالا من یه چیز کلی این چیز موضوعی که شما مطرح میکنید، هم میتونه که فرد مرتکب جرمی بشه از و یا اینکه نه واقعا از نظر اقتصادی به هر حال همه چی درست پیش رفته، ولی خب فروش فرد. میدونین چرا این سوال رو میکنم؟ به خاطر اینکه دو سال ممکنه طول بکشه، در این دو سال همه جور اتفاقی میتونه بیفته و هیچ گارانتی. منظورتون اگر بله، خب به هر حال گارانتی وجود نداره دیگه، ریسکش برای سرمایه گذار خب باید اون ریسکاش هم بررسی بکنه دیگه، همجوری چشم بسته که نمیشه سرمایه گذاری کرد. متوجه هستم. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید شما. درست بر شما و نوید. خواهش میکنم بفرمایید. برنامه خوبتون. من سوال واسه دوستمه، البته گفتن اگه میشه آقای رستمی ممکنه جوابش رو. خواهش میکنم بفرمایید. یه اتفاق واسه دوست من افتادن که عکسی بلاگ دارن با اسبه و بولونشون هم با اسبه هستن. حالا سر یه شرایط شرکتی که عکسی بلاگشون مشکل پیش اومده، براشون نامه فرستادن که ما حساب بانکی شما رو داریم میبندیم و حتی بولونی که 5,000,000 هم هستش اونم میخوان ببندن، قطع کنن. و الان وقتی هم که بهشون دادن که داکیومنت رو بیان ارائه بدن که این ترانزکشن ها چی بوده به خاطر این که میخوان عکسی بلاگ رو ببندن، 10 روز بیشتر نبوده و وقتی اکستنشن ازشون خواستن گفتن نه و همین تاریخی که هست با وجود این نامه ها رفته، داکیومنت ها رفته، ریویسور هم فرستاده، 4 روز به دستشون دیر رسیده این نامه ها. ولی الان هر چقدر هم که به بانک صحبت میکنن، خب آدمی نیست که گوشی رو برداره صحبت کنه، کمک بکنه. و شکایت هم که کردن هنوز جواب شکایت رو ندادن، گرانسکه دارن میکنن. ولی این بولونه چون حساب بسته توش، حسابی پولی وارد نمیشه، به همین علت یه ذره نگرانن، میخوان ببینن که آیا اجازه دارن عکسی بلاگ رو با پریوات لون قاطی کنه یه بانک. یعنی رفتی به هم دیگه نداره، این پریوات اون عکسی هست ولی دوتاش از اسبه هستش. درسته. ببخشید من متاسفانه میتونم به سوال پاسخ بدم، چون موضوع هم اطلاعات دقیق وجود نداره، همین که دلایل شما نمیدونیم و سوم این که این در حوزه تخصص من نیست.
من از شما خواهش من از شما خواهش میکنم یا فردا یا بعد از ساعت 6 بعد از ظهر به من یه تک زنگی بزنید. من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم جناب رستمی، ببخشید جسارت کردم. خواهش. اوکی، من ببینم که هر دو خط ما آزاد هست. 98 38 43 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام عرض جناب نبی. درود فراوان بر شما قربان. روز عالی بخیر. خواهش میکنم بفرمایید، با جناب رستمی بر روی خط هستیم. بله خواهش میکنم، یه سوالی داشتم از جناب رستمی. سلام میدم خدمت جناب رستمی هم همچنین. من یه دوستی دارم، ایشون اهل تاجیکستان هستن، منفی گرفتن، به اضافه خواهرشون و دو تا بچه رفتن فرانسه بلجبار، چون اینجا دیگه نتونستن پاسخی بگیرن، رفتن فرانسه و فرانسه هم پاسخ منفی دادن. اینا چه باید بکنن اینها؟ اینها در سوئد درخواست پناهندگی کرده بودند و جواب منفی گرفتن و رفتن فرانسه و اونجا هم حالا به هر دلیلی جواب منفی گرفتن. بله اونجا هم گفتن چون شما از سوئد اومدیم بر میگردونیم سوئد. بله چون قبلا در سوئد درخواست پناهندگی یک بار کرده بودن، بنابراین فرانسه هم اونها رو به سوئد پس میفرسته. بله حتما همینطوره. بنابراین یا برمیگردن سوئد و یا اگر به هر دلیلی در فرانسه بود موندند و 18 ماه از اون تاریخ تصمیم به قول معروف به تی بشه و اونجا بمونند، اون موقع دیگه مسئولیت رسیدگی به درخواست اونها به عهده فرانسه میفت. الان از فرانسه گفتم باید بریم بیرون، یعنی گفتم باید برگردیم سوئد یا ما بهتون میگردیم سوئد. بله درسته دیگه، یعنی کاری نمیشه کرد چون اهل تاجیکستان هستن در واقع، به خاطر موقعیت اجتماعی و سیاسیشون میگم، کاری نمیشه کرد، یعنی برگردن سوئد و دوباره بخوان اقدامی بکنن امکان پذیر هست، یعنی که پرونده باز نمیشه اصلا؟ نه صرفا به خاطر اینکه رفتن فرانسه و اونجا طبق کانوانسیون دابلین فرانسه به اینها رو میخواد به سوئد برگردونه، دلیل نمیشه که اینجا پرونده دوباره باز بشه. درسته. بله خیلی ممنون، خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدارت. جناب رستمی، دوستی سوال کردن در مورد کرونو فوگدن، میتونین توضیح بدید در چه قسمتش، در چه موردش؟ خیلی مثلا من فکر میکنم که این جواب ایشونو واگذار بکنیم برای یک برنامه دیگه، چون کرونو فوگدن یه دونه دو قسمت نداره، خیلی اصلا یه سوال بسیار کلی است. دوستی نوشتن که با درود خدمت آقای رستمی، ماه مای برای خواهرم از ایران درخواست ویزای کاری کردم به خاطر شرایط مالی شرکت، در پرانتز سال 2022 درخواست رو رد کردن، همچنین گفتن پاسپورت کودک همراه که 7 ساله هست امضا نداره و معتبر نیست. آیا بهتره روی جواب رد اعتراض بزنیم و مدارک تکمیلی بفرستیم یا با یک درخواست جدید از اول بفرستیم؟ اگر درخواست جدید بفرستیم جواب رد این ماه تأثیر منفی خواهد داشت؟ متوجه نشدم، این تصمیم مال 4 سال پیش بود یا مال 2022؟ 2 سال پیش. البته ببخشید، میگن که ببینین ماه مای برای خواهرشون، نه مال امساله، تقاضای ویزا کردن ولی مثل اینکه گفتن به خاطر شرایط مالی شرکتشون که مال سال 2022 درخواست رو رد کردن، در ضمن گفتن پاسپورت بچه 7 ساله امضا نداره. ببخشید متوجه نمیشم، آیا درخواست اقامت کاریه یا درخواست ویزاست؟ دقیقاً این همین، درخواست ویزای کاری کردم ایشون گفتن. ویزای کاری، درخواست اقامت کاری کرده و از شرکت در هر حال ایراد گرفته شده، درسته؟ درسته. بله بله. و اینکه خب پسرش هم حسن 7 ساله هم امضا نداره، به هر حال بچه ها هم میتونن امضا داشته باشن، حالا اونش به هر حال میشه جورش کرد، ولی موضوع اصلی همون مسئله وضعیت مالی شرکته که خب قضیه جدیه.
چون سال 2022 رو ایراد گرفتن، الان ما 24 هستیم، هنوز 20 مال 20 دقیقاً دیگه 23 مال 22 رو آدم میفرسته دیگه دقیقاً. بله، گزارش سالانه اخیر که مربوط میشه به 22 رو بررسی شده احتمالاً دیگه. خب حالا آیا بیان اعتراض بزنند و ترمیم کنن به اصطلاح مشکلات، یا بهتره که یه درخواست جدید بفرستن؟ معمولاً اداره دادگاه هم شکایت بشه، کلاً بررسی ها گفته میشه که موقعی که اداره مهاجرت تصمیم میگیره مدارک، وضعیت مالی شرکت در اون موقع مد نظر قرار میگیره. حالا بعداً شکایت بشه تأثیر آنچنانی گذاشته نمیشه، یعنی اداره مهاجرت یه تصمیم اشتباهی به قول معروف نگرفت. بنابراین شاید بهتر باشه که درخواست دیگه فرستاد، منتها اگر در همون شرکت فرد دوباره استخدام بشه، دوباره امکان داره که این موضوع تاثیر منفی بذاره در حتی در تصمیم بعدی، و اینکه به هر حال باید دید که آیا وضعیت مالی شرکت، اون ایرادهایی که گرفته شده، برطرف شده یا نه، اون هم مسئله است. به هر حال در اگر که حالا به فرض بگیریم بخوان اعتراض بزنن، باید اون وضعیت مالی شرکت رو اگر اشتباهی توش کردن رو باید تصحیح بکنن دیگه، یعنی اشتباه که را خون سالیانه رو که نمیشه عوض کرد، که نه اون که نمیشه عوض کرد، اون همونی که به هر حال قبلا بوده، منتها باید بدیدی که ایرادی که گرفته میشه چیه و آیا در فعالیت شرکت بعد از 22 تغییراتی در این زمینه به وجود اومده، تغییرات مثبتی در این زمینه به وجود اومده یا نه. آها، یعنی اگه اومده باشه میتونه تاثیرگذار باشه. خب اون موقع دیگه از حداقل اون ایراد دیگه وجود نداره، منتها صرفا فرد دوباره همون شرکت درخواست اقامت کاری اگر بده، خب این امکان داره که به هر حال تأثیر منفی بگذره این موضوع برای تصمیم بعدی. سپاسگزارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. دوست عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم بفرمایید. سلام خدمت آقای رستمی، دو تا سوال داشتم. بله. من سال 2021 درخواست پیوند خانوادگی دادم، خودم اینجا اقامت داریم دارم و این چیزایی که برای اداره مهاجرت لحاظ لون و خانه و اینا رو همش تکمیل کردم. بعدش ما بعد 6 ماهی که اینا درخواست مصاحبه دادن، بعد 6 ماه ما در این کاغذ بیانویرنده رو فرستادیم اداره مهاجرت، مستقیم این جواب رد داد. بعد دادگاه که فرست ورکلاکش کردیم، دادگاه گفت باید پرونده اینا بررسی شه. بعد بازم به اداره مهاجرت دوباره به ما گفتن که باید این ما نیاز بیشتر به زمان داریم. الان از اینترویو ما 18 ماه گذشته، هر بار که ما به اداره مهاجرت یا حضوری میریم اونجا از رزفون میپرسیم یا دلنده به خود هنلگره یا همون انهد میفرستیم، اینا فقط این یک متن کپی دارن فکر کنم، فقط می نویسن اسنار سومایلک. ما باید اینجوری باید ثبت کنیم یا نه، چه راهی وجود داره؟ یک سال و نیم از مصاحبه که ما انسوکه کردیم، کلن الان دوربر 4 سال میشه از این در چیز گذاشته ماجرا، 18 ماه از انترویو هم میگذره الان. انترویو هم پس شده. من تا به حال هم چیز ندیده بودم، ولی به هر حال بعید نیست. سال 2021 ما درخواست دادیم، انسوکه یک به حساب این کاغذ فرم فرستادیم اینا رو، بعدش تو حدودن یک سال و دو سال و خورده گذشت ما برای ما شما ببخشید حرفتون قطع میکنم، پیوند خانوادگی منظورتی خانواده خودت دیگه درسته؟ آره، زن و بعد تو خودت وضعیت اقامتی چگونه است؟ دائمه. از کی دائم شد؟ از یک سال و نیم پیش. یعنی پس اون موقعی که خانواده قبل این که ما این چی اقامتون دائم بشه، من موقت داشتم یه بار یک سال 13 ماه بود، دو بار دیگه هم 2 ساله.
یعنی اون موقعی که خانواده درخواست دادن تو خودت اقامت موقت داشتی؟ آره. زمانی خب که اون... اینا اینترویو دادن بل. من اقامت دائمی گرفته بودم. درسته. خب اون اولش رو میشه متوجه بود که چون وضعیت اقامتی تو مشخص نبوده اتفاقی هم در پرونده اونها نمی افتاده، ولی دیگه بعد از اون که شما اقامت دائم گرفتید اون موقع، حالا من نمیدونم درآمد یا مسائل دیگه تغییراتی به وجود اومده یا همون وضعیت قبلی ادامه داشت؟ من طبق این چیز برای زن و فرزند و به حساب زن و شوهر اینا یک درآمد که اینا طبق در مجلس در نظر گرفته، ما این کرای خانه رو کنار همه رو میسنجیم حساب کردیم، ما بیشتر از اون دارم. درست. بیشتر از اون چیزی که داره مهاجرت مادی نظر شناسه، من شاید 2000 کرون هم بیشتر برای من میمونه. آیا مثلا وقتی فرمودین که تا حالا هم چیزی رو ندیدین، منظورتون چی بود؟ یعنی زیادی یعنی طول کشیده؟ یعنی خیلی طول کشیده، بله. ولی الان متوجه میشم که اون در واقع تا موقعی که خودت اقامت دائم نداشتی و یعنی در حال انتظار بودی، خب طبیعتا در مورد اعضای خانواده هم تصمیم گیری نمیشه. آره. و الان که ولی الان که خودت وضعیتت مشخص شده، باید در مورد اونها تصمیم گیری میشه. و اینکه یک سال و نیم از مصاحبهشون هم طی شده، این خیلی طولانیه و هیچ گونه در واقع حدسی نمیتونی بزنی که چرا به تاخیر افتاده اینقدر. ما هر بار اینکه برای اداره مهاجرت یا چیزم که ایمیل میفرستیم، فقط میگه صبر کنه، در خودم چیز لازم شد ما برات مینوس در نامه میفرستیم. متوجه هستم. در هر حال باید با رئیس یکی از این رئیس‌ها تماس گرفت و موضوع رو با اون مطرح کرد که دادگاه نیز حکم داده که اینو بررسی بکنید چه اتفاقی در میفته، که یه گزارشی حداقلی به شما داده بشه، چون این خیلی طول کشیده. اتفاقا آقای رستمی، ما اون پرونده‌مون اوریبروز تو مرکز اونجا هم فرستادیم، بعد اونا بعد دو روز برای ما جواب داد که پرونده شما زیر دست یه هنلگری هستش، اونا رو اشکار میکنه، باید ثبت کنید. پس دیگه من الان وکیلم دارم، امکان هست وکیل عوض کنیم از وکیل باشه یا نه؟ کمکاری وکیل باشه؟ وکیلم داری میگه؟ وکیلم داریم الان اینجا. اوکی. میگم میتونه کمکاری وکیل باشه؟ نه خب کمکاری وکیل مدارک تکمیل کرد، اینا موضوع وکیل که نیست. من بعد 18 ماه تا حالا یک بار به حساب اداره مهاجرت از ما نخواسته که تو کاغذ لونت بفرست، کرای خونه رو بفرست، یا این مدارک کمه یا این مدارک زیاده، اینو هیچ نخواسته. ماه به ما من کرای خونه و این کاغذهای لون ماهانه رو هم خودم قبل از این کنا چیز بکنم، ماه به ما اینا رو میفرستم که واقعا دوباره تاخیر نیفتیم. والا ما توصیه خاصی نداریم، توصیه هم اینه که باید تماس تو که به هر حال توضیحات خواهد این چقدر قرار طول بکشه، دلیلش چیه. پس نظر شما اینه که یکی از رئیسای بخشا رو بتونن پیدا کنن، نه دیگه اون هنلگار رو؟ ها نه دیگه، هنلگار آخه نمیشه که یک سال و نیم بعد از انجام مصاحبه، خب خیلی طولانیه. یه اتفاقی اینجا داره میفته که اطلاعات کافی به شما داده نمیشه. در صورت یک سوال دیگه این من که الان پرونده خانم توی اداره مهاجرت هستش، آیا من حق اینو دارم که تو هر هفته یک بار، دو روز یا هر ماه یک بار تو رزب خونه از این نمایندگی های اداره مهاجرت بیارم، از اونجا بپرسم که پرونده ما کجاست، کاغذ چیزی اومده نیومده که در خونه نیومده باشه ما از اونجا بگیریم؟ آیا من حق اینو دارم بیارم از اونجا بپرسم یا نه؟ اگه وکالتنامه داری بله. آره خب من وکالتنامه دارم. من هفته قبل رفتم اداره مهاجرت اوپسالا، اداره مهاجرت اوپسالا برای ما کارمندش برای ما، چون من اونجا به قول بچه‌ام میشناختم و من از این که وارد جلوی باجه رفتم به ما گفت ما نمیتونیم برای شما جواب بدیم، شما باید برید با هنلگرت تماس باشی. آخه باید دقیقاً خب آخه اونا که نمیتونن کاری بکنن، ما جا می‌نویسیم که شما حق ندارین دیگه اینجا بیاین.
آره، اگه شما خیلی برید اونجا سوال بکنید، سوالی بکنید که به اونا ربطی نداره، نمیتونن جواب بدن و هی جوابشون هم یکیه و بعد شما هم هر روز میرید، خب کار میکنن دیگه، به ما ربطی نداره، مسئول پرونده رو به اونا سوال، بعد چی میای اینجا؟ آها، پس اونا حق نداره که به ما جواب مستقیم بگه که ما به جوابتون نمیدیم. بله، وقتی که هی جوابشون تکرار نمی کنن که. در اصل دوست عزیز، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 98-43 بفرمایید. سلام، سلام قربان، خسته نباشید. قربان شما. جانم بفرمایید. آقای رستمی خسته نباشید. مرسی. خب هستین، من حقیقت میخواستم یه ده جریانی که به من پیش اومده در میون بزنم ببینم راه حلش چیه. من حقیقت زمین وسط فوتبال بودیم که خوردم زمین بستری شدم. تو این زمان با پیغون تو اینترنت بانکن راجع به کندیشن ندوم داده بود. من که بیمارستان اومدم خونه، رسیدم این نامه باز کنم، دیدم 4 روز بیشتر فرصت جواب دادن ندارم. زنگ زدم بهشون که بابا من بیمارستان بودم، بعد این چیزی که از من خواستین یه مشتم کنتودراک فرستاده بودن که من توضیح بدم. زنگ زدم به حسابدارم، اونم مریض بود. من زنگ زدم بهشون که یه چند روز دیگه من فرصت بدن تا هم بتونم این اون لابا رو براشون جور بکنم. برای من نوشتن که نه، تو وقت داری تو همون فرصتی که بهت دادیم جواب رو بدیم. من خلاصه در سرتون دادم، 4 روز طول کشید جواب رو بدیم. اینا اومدن حسابای منو بستن، پریوات لورما رو بستن، اولون رو سیوب کردن، همه انگخ من یه بانکم رو سیوب کردن، یه چیزی نزدیک 7 میلیون فقط بولون همه. به هر وکیلی هم زنگ میزنم انگوش بدن مونده که کار برم بکنم. نه و بعد برم میندیکیت های مختلف هم الان مثل المنه رکلمه خونسنده با اونا دارم تماس میگیرم، ولی گفتم یه زنگ بزنم ببینم نظر شما چیه قربان، چیکار بکنم تو این مملکت اینجوری میشه. از شما سوال شده و مدارکی، من 4 تا از شرکت هم تو استبن اونا رو هم همه بستم. نه نصب کنیم، از شما سوال شده در مورد ترانزکشن های مختلف. بله، برای پنینگ ست لاگن برای همه میره کنشن دومه. نه نه، آیا از شما سوال شده که ترانزکشن هاتون رو توضیح بدید؟ بله، یعنی که فقط همین. بله من هم توضیح دادم، ولی چون که دیر 4 روز دیر رسید دیگه اصلا نگاه نکردم. من 20 سال مشتریشونم، 20 سال باشون هم کار میکنم. بعدم الان فقط یه قسمت سنترال دارم که شما نمیتونید برید توی کنتور، تو امرود کنتورت بشینید با اینا صحبت کنید. تلفن هم ندارم، فقط میتونید میدلم بدید بهشون. من واقعا موندم، خیلی جالب شده این قضیه، ندیده بودم 20 سال تو سوئد چی کار بودم. درسته، متاسفانه سخت گیری میشه. آره متاسفانه، شما کمک چیزی اگه میدونید. من در این مورد وارد نیستم متاسفانه. متاسفانه هیچکی پس نیست، این یه چیز جدیده، شما همه حواسشون باشه به این قضیه پسوش. بله بله، ولی امیدواریم که به هر حال شما مکاتبه انجام بدید، این به هر حال مشکل نباشه. و کسی هم حالا از شنوندهاتون تو مورد ما باشه یا بهتون کمکی بکنه، من ممنون میشم. شمارتون رو بگین روی خط بگیم. بله 07-07 بله 88-32-10 بله ده. اوکی. امیدوارم که اگر که کسی به مشابه مشکل شما براش پیش اومده و چیزی بوده، امیدوارم که بتونن که کمکت کنن. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم ازم، خدا نگهدار. این بانک ها دیگه خیلی چیز. خب بریم سراغ یک سوال دیگه. ببخشید، این چون به فینگلیسی نوشته شده ممکن آقای رستمی یه ذره سخت باشه. سلام شما. پناهجو که جواب منفی و نامه ترک خاک از سوئد دارد، آیا از طریق ازدواجی با شهروند یکی از کشورهای EU که در سوئد زندگی می کند می تواند اقامت سوئد یا EU را دریافت کند یا نه؟ اگر می تواند چه مدارک و شرایطی باید داشته باشد؟
آیا برای ثبت درخواست باید کشور را ترک کرد یا می شود از سوئد اقدام کرد؟ با سپاس. بله، افرادی که خارجی های غیر اروپایی که با یک شهروند اروپایی، همان اتحادی اروپایی که مقیم سوئد هست، میخوان ازدواج کنند یا زندگی مشترک داشته باشند، این گروه افراد شامل قوانین اتحادی اروپا میشن و نیازی نیست که کشور رو ترک کنند و از خارج درخواست بدن، بلکه همینجا هم میتونن بمونند و به عنوان همراه در واقع اعضای خانواده یه شهروند اتحادی اروپا از طریق اداره مالیات درخواست پشرون نمر سوئدی بکنن. یعنی نیازی هم نیست حتی که به اداره مهاجرت مراجعه بکنن، بلکه به عنوان اینکه ازدواج کردن یا میخوان سامبو باشن فقط از طریق اداره مالیات درخواست پشرون نمر میکنن. و در واقع این به این مفهومی که این فرد حق زندگی، همون اصطلاح هم بهش گفته میشه اوپولسرت، رو داره به مدت 5 سال. و ولی خب این فرد نیاز به یک مجوز اقامت داره، اون مجوز رو، کارت اقامت رو منتها اداره مهاجرت قراره که صادر بکنه. بنابراین ولی بر نیازی برای این کار به درد مسافرت میخوره. وقتی فرد میخواد مسافرت بره، پاسپورت کشور خودش رو داره و باید یه نشانه یا مدرک اقامت هم داشته باشه تا بتونه در واقع خارج بشه از کشور و بتونه دوباره برگرده، و اون در واقع مجوز برگشتنشه که اون رو اداره مهاجرت صادر میکنه و اون قضا فرد بعد از اینکه از اداره مالیات پشرون نمرش رو گرفت، از اداره مهاجرت نیز درخواست کارت اقامت بکنه که اون هم به هر حال اگر موانعی وجود نداشته باشه اون رو هم اداره مهاجرت صادر خواهد کرد. بسیار عالی. و 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. یه سوال داشتم در مورد ویزای دانشجویی. بله. کسایی که ویزای دانشجویی گرفتن، اگه کسی ویزای دانشجویی گرفته برای آلمان، روشم نوشته ملتی و دویچلند، اینا میتونن وارد سوئد بشن واسه اولین سفرشون برای اینکه توی ایو میخوام بیان، یا اینکه باید حتما وارد آلمان بشن؟ از نظر قانونی ایرادی وجود نداره، ولی پلیس سوئد میتونه مانع ورود این فرد بشه، ولی خب باید دلیلی وجود داشته باشه، شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه. فردی که ویزای دانشجویی آلمان رو میگیره چرا باید اول بیاد سوئد؟ پس از نظر قانونی اشکالی نداره، ولی پلیس میتونه که مانع ورود ایشون به سوئد بشه. بله. جانم. عجب یه سوال دیگه دارم. اینا توی ویزای اینا براشون نوشتن که 11,000 یورو باید ارائه بدن. البته طبق اون اینا احتمالاً این ویزا رو بهش دادن. ولی آیا باید این 11,000 یورو رو با خودشون داشته باشن؟ چون نوشته که این 11,000 رو باید ارائه کنن که بتونن توی اون حساب دسلاس بر کنتویی که بعدا تو آلمان باز میکنن بذارن، واسه این که بتونن این مدتی که تو آلمان هستن، یک سالی که هستن، بتونن امرار معاش کنن. اینو باید، چون از طرف دولت ایران که 5,000 یورو بیشتر آدم نمیتونه بیاد، یعنی اگه بخوای بیشتر بیاری احتمال میگیره که یا بگیرن یا اینکه برای غیر قانونیه. این 11,000 یورو باید خودشون داشته باشن یا اینکه؟ من از قوانین آلمان اطلاعی ندارم. خواهش میکنم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. ولی قاعدتا من فکر نمیکنم میشکست بگه با پول نقدشی بیارین مثلا اینجا، مثلا معمولا میگم بریزیم به حساب دیگه. این مشکل دانشجوها و اینا این مثلا هم هست دیگه، که وقتی بله که اقامتشون رو میگیرن یا ویزای تحصیلی رو میگیرن، خب بالاخره باید کرایه خونه باید بدن، غذا باید بخورن، شهریه دانشگاه رو باید بدن. این پولا رو چجوری منتقل میکنن؟ منم برام یک سوال بسیار عجیبه. خب جناب رستمی،
من میخوام که یک خواهش از شما بکنم. میخواستم از حضورتون مرخص بشیم، 10 دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، شنونده دیگه ایرم بر روی خط نداریم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم و امیدوار هستم که هفته آینده بتونیم در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از شما، بخیر و موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا تشکر به خاطر اینکه در این قسمت برنامه هم با ما بودید.